تحلیل تحلیلی رو آغاز میکنیم. اگر خواهش دوستان باشه نوبت گذشته این لحظه ببخشید و اینجا از سلسله جلسات تاریخ فلسفه تحلیلی رو آغاز میکنیم. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته رسیدیم به بحث از نچرالیزم و طبیعت گرایی، همچنان که اصناف روانشناسی گرایی رو توضیح دادم و نسبت میان علم و فلسفه رو مطابق با آن بررسیدم، قرار شد که به بحث در طبیعت‌گرایی و اصناف اون هم بپردازیم. طبیعت‌گرایی فرافلسفی رو و همچنین طبیعت‌گرایی معرفت شناختی و طبیعت‌گرایی وجود شناختی رو توضیح دادم و اینکه سه نوع طبیعت‌گرایی رو در لیتریچر و ادبیات تاریخ فلسفه تحلیلی میشه از یکدیگر تفکیک کرد. گفتم که طبیعت‌گرایی فرافلسفی متضمن این امر است که فلسفه شاخه‌ای از علوم طبیعی یا در ادامه آن است. قائلان به این رویکرد رو در میان فلاسفه راسل، نورات و کوین ذکر کردم و نامیدم. پس از آن به طبیعت‌گرایی معرفت شناختی رفتیم که مطابق با این تصویر هیچ معرفت اصیل و قابل توجهی بیرون از حوزه علوم تجربی یافت نمیشه. حلقه بیان میشه گفت که به این قسم طبیعت‌گرایی معتقد است و باور دارد. بعد رسیدیم به طبیعت‌گرایی وجود شناختی که مطابق با آن غیر از عالم طبیعت علمگوی دیگری وجود ندارد. عالم طبیعتی که متشکل از ماده، انرژی، اشیا و رویدادهای زمانی و مکانیه و به نوعی فلسفه رو به علم به نحو بسیطی مرتبط میکنه. فیزیکالیزم از اصطلاحاتی که امروزه شنیده میشه و بسامد بسیاری داره میشه گفت که متضمن همین طبیعت گرایی یا بگوییم هم عنان است با طبیعت گرایی وجود شناختی. خب وعده کردم که این نوبت که جلسه آخر است هم در باب مؤلفه های مشترک طبیعت گرایان یا مشخصا طبیعت گرایی تقلیلی و غیر تقلیلی توضیحاتی را عرض بکنم و از ختام این سلسله جلسات ما هم بحث از رابطه میان اخلاق و سیاست به نزد دست کم پاره‌ای از فیلسوفان تحلیلی باشه و تأملاتی که در باب تاریخ اخلاق کرده اند، تاریخ سیاست و مشخصا نظریه پردازی در این دو قلم رو براست که به این امر هم در بخش انتهای عرایزم بپردازم. خب میشه طبیعت گرایان رو اگر خاطرتون باشه نوبتی پیشین هم گفتم زیر دو دهله چرخش زبانی و قصه طبیعت گرایی یا چرخش طبیعت گرایانه فیلسوفان تحلیلی قرن بیستم رو قرار داد. طبیعت گرایان امور رو بر طرف طبیعت انسان و سازوکارهای متعلق به جسم تبیین میکنن. جریان غالب در فلسفه تحلیلی نیمه اول قرن بیستم چنان که پیشتر دیدیم حول محور چرخش زبانی یا لینگویستیک ترم صورت گرفت که به تفصیل دربارهش در جلسات پیشین سخن گفتم. بر همین اساس برخی معتقدند که در نیمه دوم قرن بیستم یا حداقل دهه‌هایی از آن چرخش طبیعت گرایانه یا نچرالیستیک ترم همین نقش رو بر عهده داشت. هرچند نمیشه طبیعت گرایی رو ویژگی غالب فلسفه تحلیلی دانست، اما برخی بر این باورند که در دهه‌هایی از دهه های نیمه دوم قرن بیستم ما با
قلبه چرخش طبیعت گرایانه به توضیح که آوردم و بحث دادم مواجه بوده. آموزه نقد روانشناسی گرایی یا آنتی سایکولیزم به روایت فرویده که به تفصیل در برش سخن گفتیم، به حضور میشه گفت که تنینی ضد طبیعت گرایانه داره. راسل رو هم نمیشه به معنای وجود شناختی کلمه طبیعت گرا به حساب آورد، چون به یه معنی قائل به وجود هویت انتزاعی یا ابسترکت انتیتی بوده است. در این حال بخوام به سراغ نیمه دوم قرن بیستم بیام، فیلسوفانی مثل مکداول، کریکی، پاسنم و دیویدسون که اسم اونها در جلسات پیشین آمد، خصوصا دیویدسون و پاسنم و کریکی، از مکداول من کمتر یاد کردم، اینا با رویکرد تقلیدی و حذفی در طبیعت گرایی وجود شناختی مخالفند. یعنی اون طبیعت گرایی و اون میکردی که بر این باور است که ما میتونیم هستی رو ریدیوز کنیم به ماده و انرژی و اشیا و رویدادهای زمانی و مکانی، توجه فرمودید، به این معنی مخالف. به باور این فیلسوفان هر یه فازه تک فاز بردش ؟